سلام شنبه 19 فروردین 1402 8 اپریل 2023 میلادی امروز شنبه دستکم به 12 مدرسه در 6 استان کشور حمله شیمیایی شد استانهای اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، قم و استان تهران در شهرهای مختلفشون شاهده این حمله شیمیایی به مدارس بودن بیش از چهارصد دانش آموز دختر مسموم شدن و ده ها نفر راهی بیمارستان ها شدن در برنامه گذشته هم اشاره کردیم به اینکه از سرگیری این حملات شیمیایی که بدون شک جناهای نیرومندی در درون حکومت اون رو انجام میدند حادثه مهمی است که باید روی اون چشم رو متمرکز کرد برای اینکه این, این روشی است که در روسیه هم وقتی عناصر کاگبه که مطرود مردم بودند میخواستند سر کار بیان با ایجاد ناامنی مثل انفجارات در آپارتمان های مسکونی مسکو که به کشته شدن بیش از 300 شهروند منجر شد و اونها رو به گردن چچنیها ها انداختند یا همین مسموم کردن مدارس و غیرو زمینه ای رو ایجاد کردند که وقتی مردم احساس ناامنی میکردند حاضر شدند به اینکه این کاگبه ای ها که مردم شوروی مردم روسیه در روزگار تا جماهیر شوروی از دست اونها ستم زیادی کشیده بودند بر سر کار بیان تا امنیت برقرار بشه وقتی ناامنی گسترده میشه مردم آزادی ها یا حتی معیشت و امور دیگه در اولویت های بعدی براشون قرار میگیره این روش که نهایتا به سرکار آمدن باند کاگبی ها ابتدا به صورت نخست وزیری پوتین و بعد هم کنار زدن یلسین و رئیس جمهوری او انجام گرفت مسیری است که هنوز هم در روسیه گروهی که این کار رو کردند به سرعت به مواضع اقتصادی نزدیک شدند منابع ثروت رو در بخش نفت و سایر بخش ها به دست گرفتند مدعیان رو برکنار کردند و بیش از سی ساله که در قدرت هستند این مافیاهای روسی که دستی هم در مافیای مواد مخدر در سطح دنیا دارند روابطی هم با مافیا در ایران دارند در ایران فرق از این جهته که حکومت موجود با بیلیاغتی های ای و پسرش مثل دوره یلسین مشکلات زیادی ایجاد کرده ولی این گروه ها قبلا در درون حکومت به مواضع اقتصادی چنگ انداختن یک بار قبلا در این برنامه ها عنوان کردیم که برآورد درون حکومت نشون میده که کلیه شعون اقتصاد ایران در کنترل 140 باند مافیایی اقتصادی است که در گاهی با هم اتحاد گاهی دعوا و غیروح دارند و این باندهای مافیایی بخش های نیرومندی رو تشکیل دادند که غیر از پول نفوذ نفر سازماندهی و غیره هم دارند این باندهای مافیایی که قطعا بخش از اونها با مافیای روسی هم در تیه سالها 18 سال 20 سالی که در به تدریج از زمان احمدی نژاد بخش‌های مختلف اقتصادی رو در کنترل گرفتند روابطی دارند که اونها میتوانند معلم این باندها و راهگشا و راهنمای اونها هم باشند اینکه این باندها آیا خامنه ای و پسرش رو هم کنار میخوان بگذارند یا نه موضوعی است که بعدا معلوم خواهد شد ولی مطمئنا تغییر اوضاع به نفع اونها بد به دلیل به خطر افتادن کل نظام و سیاست های غلط و اشتباه خامنه ای و پسرش و دولت دستشانده اونها یعنی دولت رئیسی زنگ خطری برای این باند ها بود. در صورت اگر ناامنی ها زمین ساز تحولات در درون حکومت باشه باید انتظار داشت که این ایجاد ناامنی از مدارس به ایستگاه های مترو، بازار، مراکز خرید، استادیوم های سرپوشیده و هر جایی که گروه های مردم باشند کشیده بشه اتفاقی که اون وقت میتواند شهرهایی به بزرگی تهران یا شهرهای بزرگ کشور رو هم فلج کن. اما با تشیه پیکر کیومرس پور احمد فیلمساز نامآور ایرانی دیروز کتایون ریاهی و گلاب آدینه دو هنرمند سرشناس بدون هجاب اجباری در مراسم حضور پیدا کردند. این کار که مورد توجه بسیاری از مردم و شبکه اجتماعی و رسانه ها قرار گرفته موجی از حمایت از اونها برانگیخته به خصوص کتایون ریاهی که از پیشتازان این امر در بین هنرمندان در ابتدای انقلاب زن زندگی آزادی بود و بهای اون رو هم پرداخته احزار شده پربازداش شده پرونده برای درست شده و سایه محکومیت بالای سر اوست با این شجاعت در واقع نشان داده که فعالین زنان و مردان ایران از شعارهای انقلاب زن زندگی آزادی عقب نشینی نمی کنه. صدف فاطمی روزنامه نگار در فرازی به درستی نوشته که زن زندگی آزادی یک تمرین روزمره است این نوشته او منو یاد حرف معروف جورج اورول نویسنده انگلیسی میاندازه که در مقابل در حکومت های توتالیتر میگه هر جوک یک انقلاب بر وزن این حرف اورول به نظر من هر یک زن بی هجاب که هجاب اجباری رو در مقابلش نمیگه یک انقلاب حکومت کماکان به خط و نشون کشیدن برای زنانی که نافرمانی مدنی گسترده در مقابل قانون بیپایه حجاب اجباری می کنند ادامه میده آقای رادان فرمانده رسوای نیروی انتظامی فردی که کوس رسوایی فساد و کشی او بر هر کوی و برزنی نواخته شده عنوان کرده که از شنبه آینده با دوربین های هوشمندی که نصب شده ما چک می کنیم و دستگیر میکنیم، پرونده تشکیل میدیم در خودروها در مغازه ها هر جا باشه پلم می کنیم و رستوران ها اماکن مختلف و پرونده تشکیل میدیم به دادگستری میفرستیم قبلا هم از این خط و نشون ها خیلی کشیدن در واقع حکومت دنبال این است که مردم رو به جون مردم بیاندازه صاحب مغازه صاحب رستوران صاحب فروشگاه رو کاری بکنه که او به تذکر بده یا کاری که به استادای دانشگاه هم گفتند شما باید هجاب رو در کلاس راوی بگید رعایت کنن که اونها هم پاسخ جانانه ای دادن گفتن ما استادیم آجان نیستیم به هر صورت این کارها و مردم رو به جان مردم انداختن یک چاره داره و اون مقاومت مدنی گسترده نافرمانی مدنی گسترده است و تشویق و حمایت از مغازه یا فروشگاه یا مکانی که به هر حال به این اولدروم بولدروم ها پاسخ منفی میده کما اینکه وقتی شعبه فروشگاه رفاه رو که مدیر فروشگاه به یک عامر به معروف اختار کرده بود و او را از فروشگاه بیرون کرده بود و پلم کردن فروشگاه رو موج فرستادن گل و تشویق این مدیر آغاز شد مثل اتفاقی که در لبنیاتی هاجرپور در شاندیزه مشهد افتاد حال نافرمانی مدنی رمز پیروزیش در اصل عدد نهفته هرچه گسترده تر هرچه وسیع تر شانس پیروزی بیشتره و اکنون که حکومت خودش دام برای خودش درست کرده فروشگاه و مغازه و رستوران و غیره و غیره رو شعبه بانک و شرکت خصوصی و کارخونه و غیره رو مسئول کرده عملا این نافرمانی مدنی رو غیر از خیابون میشه به هر بخشی از کشور هم کشاند و با چنین کاری عملا جبهه بزرگی رو درست کرد که از توان مقابله هر حکومتی خارجه اما روزنامه اعتماد در گزارشی عنوان کرده که کز بودن فرمان اف گسترده سوی رهبر رو مطرح کرده و گفته نه تنها خبری از مختوم شدن پرونده متهمان اف شده نیست بلکه حالا باید در انتظار محاکمه یا احتمالا مجازات باشد قبلا در همین برنامه ها خبر داده بودیم که خامنه‌ای خودش به قوه غذایی دستور داده که اینهایی رو که آزاد شدند با به اشد مجازات محکوم کنند مجازات های سخت حبس از یک سال تا 20 سال تبعید به جاهای دور و محرومیت از امور اجتماعی و شبکه و اجتماعی و غیره و غیره و قوه غذایی هم در این مسیر میخواد حرکت کنه در واقع این رهبر درمانده ناقص العقل به دنبال با این درویی و ریاکاری میخواد که با تشدید فشار بلکه بتواند سال 1402 رو با احتمال گستره بزرگ اعتراضات پشت سر بگذارد. اما پس از توافق وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن با وساطت وزیر خارجه چین و فشاری که چینی ها آوردند به خصوص به جمهوری اسلامی قرار شده که سفارتخونه ها و کنسولگری دو کشور در مشهد و جده بازگشایی بشه صحبت از انتهای ماه رمضان ولی پیشاپیش در مشهد تابلوی خیابان کنسولگری سعودی که آیت الله شیخ نمر نامگذاری شده بود دیروز پایین کشیده شده در تهران خیابان ناز هم به نام شهید شیخ نمر باقر نمر نامگذاری شده که احتمالا به زودی اون رو هم پایین خواهند بود. با امید پیروزی ایران و ایرانی